اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك صلى الله عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا أيها الإمام الرؤوف صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يديك حاجاتنا يا وجها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك السلام عليكم ورحمة الله عرض تسلیت و تعزیت دارم سال روز شهادت مظلومانه حضرت ثامن الحجاج علی ابن موسى الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء ان شاء الله که همه شما عزیزان در سلامت و عافیت باشید عزاداری های شما در طول ماه محرم الحرام و سفر الاحزان به امضای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و امضای خاص آقا حضرت رضا علیه السلام در این روز انشاءالله مقبول باشه و ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید افتخار دارم امروز هم از سرزمین مقدس کربلا استدیو شبکه جهانی امام حسین علیه السلام برنامه معراج رو تقدیم شما عزیزان کنم. حضور کارشناس محترم حاج آقای بهرمن عرض سلام و ادب دارم تا انشالله برنامه را آغاز کنم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون و متشکر. بنده هم محضر همه بینندگان محترم. سلام و عرض ادب دارم. شهادت مظلومانه آقا ثامن الحجاج علی ابن موسى الرضا علیه السلام را محضر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض میکنم در خدمت شما هستم بله با توجه به اینکه امروز در سال روز بزرگداشت شهادت آقا حضرت ثامن الحجاج هستیم اگر که صلاح میدونید مطالب آموزنده ای از زندگانی حضرت و از خصوصیات اخلاقی و سیره آن بزرگوار برای بینندگان عزیز بفرمایید تا انشالله معرفتمون و توجهمون نسبت به حضرت انشالله بیشتر بشه حدیثی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم با ما همراه باشید
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الحسن، يا علي ابن موسى الرضا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. موضوع حائز أهميتي در زندگی امامان علیهم السلام، خصوصا حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، مشاهده میشه علم لدنی اونهاست، عالما به همه امور گذشته، حال و آینده را میدانند و چیزی از علم اونها دور نیست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب ارزشمند عیون این حدیث را نقل میکنه از ابراهیم ابن عباس که از عباسیینه، میگوید ما رأیت الرضا علیه السلام یسأل عن شیء قط الا علم. هر سؤالی که از حضرت رضا علیه السلام می شده، آقا نسبت به اون سوال علم داشتن، آگاهی داشتن. ولا رأیت اعلم منه، کسی رو ندیدم که از او آگاه تر باشه، داناتر باشه، اعلم باشه. و کان المأمون یمتحنه بالسؤال عن كل شيء. مرتب مأمون عباسی لعنت الله علی حضرت را امتحان میکرد و سؤالی مطرح میکرد، سؤالهای مختلف پیرامون هر شیء از اشیاء اون سؤال عنوان میکرد و از حضرت میپرسید، در اصول، در فروع، در شرایع، امور مربوط به آسمان، امور مربوط به زمین، در هر امری از امور سؤال مشکل و سخت عنوان می کرد. حضرت رضا علیه السلام فیجیب عنه، جواب آن را می دادن. و کان کلامه کله و جوابه انتزاعات من القرآن. کلام حضرت، جواب حضرت، مثال هایی که حضرت می زدن تمامش برداشت هایی بود از آیات کریمه قرآن، به قرآن پاسخ می دادن و جواب می دادن. کان یختمه فی کل ثلاثت. حضرت رضا علیه السلام در هر سه روز یک مرتبه قرآن کریم را ختم می کردن و می فرمودن لو اردت ان اختمه فی اقرب من ثلاثه لختمته. اگر اراده کنم قرآن را در زمان کمتر از سه روز ختم کنم، من میتونم ختم کنم. ولکنی ما مررت بآیه قط الا فکرت فیها. منتها من به هر آیه ای که برخورد میکنم سرسری از اون آیه رد نمیشم، بلکه در اون آیه فکر میکنم، در اون آیه تأمل میکنم، معناش چیه، شأن نزولش چیه، تفسیرش چیه، در چه زمانی نازل شده. فلذلك صرت اختم فی کل ثلاثه ایام. از این جهت من در سه روز قرآن را ختم میکنم، و الا در زمان کمتر از سه روز هم توان ختم قرآن را، ختم کردن قرآن را دارا هستم. در حدیث دیگری باز در مورد علم حضرت آقا امام هشتم علیه السلام دارد، می فرماید و کان علیه السلام لا ینزل بلدن الا قصده الناس یستفتونه فی معالم دینه. در اون مسیری که حضرت از مدینه منوره تا خراسان داشتن، در هر بلدی، در هر شهری که توقف می کردن، مردم فوج فوج
می آمدن محضر حضرت رضا علیه السلام، یستفتونه، سوال می کردن از حضرت در مورد دینشون، احکام دینشون. فیجیبهم، حضرت جواب اونها رو می داد، حدیث براشون می گفت، حدیث از پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر، از آبائشون، از آقا امیر المؤمنین حدیث می گفتن، از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. این شخص راوی این حدیث میگه فلما ورد تو بهی علی المأمون، وقتی آوردم حضرت رضا علیه السلام رو نزد مأمون، مأمون ازم سوال کرد، سألنی عن حالهی فی طریقه، پرسید از من که این آقا در راه چی میکرد. فأخبرته بما شاهدته منه، خبرش دادم به اونچه که من در مسیر این جاده دیده بودم، مخصوصا پیرامون علم حضرت رضا علیه السلام، اون را خبر دادم به مأمون. مأمون به من گفت یا ابن ابی الضحاک، این آقا هادا خیر اهل الارض، بهترین اهل زمین این آقاست، و اعلمهم، و این آقا دانی ترین آنهاست، اعلم از همه آنهاست، و اعبدهم، عابدترین آنهاست، منتها حق نداری اون چرا که دیدی از حالات این آقا برای دیگران تعریف کنی. فلا تخبر احدا بما شاهدته، اون چه مشاهده کردی از حالات این آقا در طول این مسیر، حق تعریف کردن آن را برای کسی نداری. لئلا یظهر فضله، برای اینکه فضل این آقا برای کسی معلوم و آشکار نشه، حق تعریف کردن آن را برای کسی نداری. در جای دیگری دارد اسحاق ابن حماد میگه کان المأمون یعقد مجالس النظر، مأمون عباسی مجالس بحث و گفتگو و مناظره را برپا می کرد. و یجمع المخالفین لأهل البیت علیهم السلام، مخالفین اهل بیت را، سنی ها را در اون مجلس جمع می کرد، چون ادعای تشیع را می کرد مأمون، علمای اهل تسنن را در اون مجلس جمع می کرد. و یکلمهم فی امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، در مورد امامت مولا امیر المؤمنین با اونها، با اون علمای اهل تسنن سخن می گفت. و تفضیله علی جمیع الصحابه، در مورد برتری آقا امیر المؤمنین علیه السلام نسبت به جمیع صحابه سخن می گفت، اونها را در بحث و مناظره شکست میداد و ثابت می کرد که آقا امیر المؤمنین علیه السلام بر تمام صحابه اولا و برتر. قصدش چی بود؟ تقرب پیدا کند به حضرت آقا علی ابن موسی علیه السلام، شاید نظر آقا را به سوی خودش جلب کنه. اما امام هشتم سلام الله علیه در مقابل مأمون و کارهایی که مأمون انجام میداد، به اصحابی که مورد وثوق بودن میفرمود لا تقتر منه، گول این کارهاش نخورید، فکر نکنید این شیعه ماست، فکر نکنید این دوست ماست. فما یقتلنی والله غیره، هیچ کسی در روی این زمین مرا به قتل نمیرساند مگر همین کسی که دم از دوستی و دم از محبت و دم از ولایت ما میزند، این قاتل منه و من باید صبر کنم تا اینکه اجلم فرا برسه. بنابراین حضرت رضا علیه السلام حتی قاتل خودش را میشناسه، حتی میداند با چه وسیله قتاله از دار دنیا میره، زمان کشته شدن خودش را هم کاملا
میداند، لذا در حالات امام مشتوم سلام الله علیه داره وقتی میخواستن از مدینه خارج بشن، السلام علی من امر اهله و عیاله بالنیاحة علی قبل وصول القتل الیه، اهل بیتش را جمع کردن فرمودن برای من نوح سرائی کنید، نفرمودن برای من گریه کنید، بلکه برای من عزاداری کنید. عرض کردن یا ابن رسول الله، نوح سرائی چرا، گریه چرا؟ شما مسافر هستید و گریه کردن پشت سر مسافر خوب نیست، میمنت نداره. فرمودن بله، مسافری که امید بازگشت داشته باشه، یعنی من نقشه مأمون را میدونم، میدونم به چه نیتی مرا خواسته است به خراسان و چرا میخواد مرا ولی عهد خودش بکنه، او قصد جان مرا دارد. همون سال قبل از خروجشون از مدینه منوره تشریف بردن برای زیارت خانه خدا، حضرت جواد الائمه 3 ساله علیه السلام را هم با خودشون بردن برای زیارت خانه خدا و مراسم حج. یکی از غلام ها یک روز در موسم حج بعد از طواف محضر حضرت رضا علیه السلام میرسد و عرض میکند آقا، فرزند شما جواد الائمه سلام الله علیه به شدت مشغول گریه کردنه، هرچه میخوایم او را آرومش کنیم آروم نمیشه، علت گریه رو نمیدونیم چیه. حضرت رضا علیه السلام آمدن جلو، فرزند عزیزشون را در بغل گرفتن، در آغوش گرفتن، فرمودن فرزندم سبب گریه شما چیه؟ عرض کرد بابا جان، من از نحوه طوافتون متوجه شدم که این آخرین حجیه که شما به جا می آورید و اینها نیت کشتن شما را دارن. جواد الائمه قبل از امامته، قبل از اینکه امام بشه، 3 سال بیشتر عمر مبارکشون نیست، خبر دارن از شهادت حضرت رضا علیه السلام، حتی خبر دارن که قاتلشون چه کسیه. دعبل خزاعی، اون شاعر معروف اهل البیت، در خراسان وقتی محضر حضرت رضا علیه السلام رسید، قصیده ای را سروده بود به نام مدارس آیات و تصمیم گرفته بود این قصیده را برای احدی نخونه جز برای حضرت رضا علیه السلام. در یک مجلسی که عده‌ای بودن از جمله خود مأمون عباسی هم حاضر بود، آقا امام هشتم علیه السلام به دعبل فرمودن اون قصیده ای را که سروده ای او را برای ما بخون. قصیده بعضی از ابیاتش خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها، افاطمه یا ابنت الخیر قومی واندبی نجوم و سماوات به ارض فلاتی، افاطمه یا ابنت الخیر، افاطمه لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتی، تا اینکه به این بیت رسید، و قبر به بغداد لنفس زکیت تضمنها الرحمن بالغرفاتی. قبور ائمه را داشت در این ابیاتش ذکر می کرد، گفت یه قبری هم هست در شهر بغداد که منظور قبر آقا باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت رضا سلام الله علیه وقتی نام پدرشون را شنیدن شروع کردن به گریه کردن و قصیده دعبل تمام شد. حضرت فرمودن این بیت را هم من اضافه می کنم به قصیده تو،
فرمودن و قبر بطوس. یا له من مصیبت الحت علی الاحشاء بالزفرات. یه قبری هم هست از زراری حضرت زهرا علیه السلام، از بچه های حضرت زهرا علیه السلام. این قبر در شهر طوسه. اینایی که حاضر بودن در مجلس گفتن یا ابن رسول الله، ما قبری سراغ نداریم در خراسان، در طوس از بچه های حضرت زهرا علیه السلام باشد، این قبر کیه؟ فرمودن این قبر قبر منه، مرا در این شهر شهید میکنن، مظلومانه مرا مسموم میکنن و من اگر بخوام میتونم قاتل خودم را بگم کیه. این را دارن میفرمایند در حضور خود مأمون عباسی و فرمودن در عوض هر کسی به زیارت من غریب بیاد، به ازای هر یک مرتبه زیارت من سه مرتبه به دیدن او میرم. فرمودن یکی عندل ممات، هنگام جان دادن من میرم به دیدن این شخص زائرم. عند الصراط، وقتی بناس بر پل صراط رد بشه من اونجا به دیدنش میرم. و عند تطایر الکتب، وقتی که نامه های اعمال رو میخوان به دست افراد بدن من به دیدن او خواهم رفت. دعی بالخواست برگرده و خدا حافظی کنه. حضرت دستور دادن 100 تا سکه طلا بهش بدن، از اون سکه هایی که به نام امام هشتم علیه السلام زده شده بود. دعی بالعرض کرد آقای ابن رسول الله، من شعر نگفتم که سکه بگرم از شما، من قربتن الله تعالی شعر گفتم. فرمودن بله میدونم، بگیر این سکه ها را، به دردت میخوره. گفت ابن رسول الله یک تقاضایی من از شما دارم، دلم میخواد یکی از پیراهنهای خودتون را به من بدید که این جوف کفنم باشه و مرا از عذاب قبر حفظ کنه. حضرت موافقت کردن، یکی از پیراهنهای خودشون را بهش دادن. آمد وارد شهر خودش شد، مدینه. متوجه شد که سارقها، دزدها اموالش را بردن. یادش اومد سخن حضرت رضا علیه السلام را که بهش فرموده بودن این سکه ها را بگیر، به دردت میخوره. گفت سلام خدا بر تو باد یا علی ابن موسی رضا علیه السلام، جلو جلو سرمایه از دست رفته مرا اینطور تأمین کردی و تلافی شد اون چی که دزدها اموالش را برده بودن با این 100 سکه‌ای که حضرت بهش مرحمت کرده بودن. دیگر این که یه کنیزی داشت، خیلی این کنیز مورد علاقش بود، خیلی بهش محبت داشت و متوجه شد این کنیز بینایی خودش را از دست داده. خیلی سعی کرد برای معالجش، اثری نبخشید. سرانجام یک شب خیلی متأثر بود و ناراحت بود برای این همسرش. یادش اومد ما پیراهن حضرت رضا علیه السلام رو با خودمون داریم، الله شب به چشم این زن بست، یک قسمت یک پارچه ای از این پیراهن را به چشم این کنیز بست. فردا صبح وقتی پارچه را باز کرد دید خدای عز و جل به برکت دستمال حضرت رضا علیه السلام بینایی را به این کنیز برگردونده و اینجور حضرت رضا علیه السلام کرامت کردن و لطف کردن در حق این شخص و او را از این گرفتاری نجات بخشیدن، نجات دادن. السلام علیک ایها الامام الرؤوف، السلام علیک ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه،
یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقا شهید شمس آبادی رحمت الله علیه. ایشون رو یه وقتی در عالم رؤیا میبینن دارد با عجله از جای رد میشن، از ایشون میپرسن آقای شمس آبادی کجا دارید میرید؟ فرموده بودن من دارم میرم مشهد به زیارت حضرت رضا علیه السلام، چون من هر دفعه که به زیارت این بزرگوار رفتم حضرت اومدن به دیدن من و به زیارت من، باز میخوام برم به زیارتشون تا توفیق پیدا کنم به دیدن روی مبارک حضرت رضا علیه السلام. امیدوارم خدای عز و جل دلهای ما را به نور ولایت حضرت رضا علیه السلام روشن بفرماید انشاءالله. الهی امین. بسیار ممنون و متشکرم از فرمایشات شما. امیدوارم که خداوند متعال در روزهای آتی، در 8 روز اول ماه ربیع الاول که از تلخترین روزهای تاریخ است، توفیق بده همچنان با پوشیدن لباس مشکی و حضور در مجالس عزای اهل البیت علیهم الصلاه و السلام عرض ادب کنیم و حرمت این روزها رو حفظ کنیم و خداوند متعال توفیق بده پس از آن بتونیم به تعظیم شعائر تبری هم بپردازیم. بسیار ممنون و متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. میان برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. انشالله به استدیو برمیگردیم و پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان محترم و همراهان حسینی. پوزش می طلبم. اولین سوالی که از جانب بینندگان محترم به ما رسیده این هست که آیا راه رفتن در هنگام نماز جایز است؟ راه رفتن جزئی برای عمل ضروری به 3 شرط اشکال نداره. یکی این که صورت رو از قبله نتابونه، صورتش باید به طرف قبله باشه، از حالت نماز بودن خارج نشه، حرفم نزنه، سخنم نگه. برابر این مثلا اگر چنانچه بچه اومد مهرشو برداشت، این میتونه چند تا قدم بردارد مهرها
برداره دو بذاره سر جاش و نماز خودش را بخونه. یا مثلا متوجه میشد که بچه دلت تو حوض میفته، مثلا میخواد خفه بشه، چند قدم بردارد بچه را نجات بده بدون اینکه صورت نمازی را از دست بده، اشکالی نداره. رفتن به این مقدار جزئی عیبی نداره. پوزش میطلب. دیگر سوال این هست که آیا نگهداری گربه در خانه جایز هست؟ اشکالی نداره، حیوان پاکیه و به عنوان حیوان اهلی میشد این حیوان در خانه نگه داشت، اما باید بدونیم که موی اون، چون این حیوان حرام گوشتیه، اجزاء حیوان حرام گوشت نباید در لباس انسان باشه. اگر موی گربه در لباس باشه، نماز خوندن با این لباس جایز نیست، حرامه و نماز رو باطل میکنه. بله. بیننده محترمی پرسششون رو اینطور مطرح کردن: من خانم 43 ساله هستم، ازدواج کردم و دارای 3 فرزند هستم و ارثی از پدرم به من رسیده، ولی مادرم میگوید اگر سهم خود را از ارث بگیری راضی نیستم و تو را عاق میکنم، من چه وظیفه دارم؟ این مادر چنین حقی نداره، چنین حق اینکه فرزند خودش را از ارث محروم بکنه همچنین حقی نداره. اطاعت از او هم لازم نیست و این ارث حق شخصیه این دختره. البته نباید موجبات اذیت مادر فراهم بشه و باید با خوبی باهاش رفتار کرد، به طوری که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه مادر را آزار بده. و میتونه مثلا ارث خودش را مطالبه کنه، کسی نمیتونه دیگری را از ارث محروم کنه. بله. عزیزی پرسیدند که انواع طلاق کدام است؟ یه طلاقی هست، طلاق رجعی. طلاق رجعی که مرد اون طلاق دهنده میتونه در عده رجوع کند به همسر خودش و نیاز به عقد جدید نیست، بدون عقد بعد از طلاق رجوع کنه. یه طلاقی هست طلاق بائن. طلاق بائن، در این نوع طلاق مرد نمیتونه رجوع کنه بعد از تمام شدن عده. این باید چی؟ باید عقد جدید بخونه. به عقد جدید میتونه به همسر با همسر خودش باشه، بدون عقد درست نیست، احتیاج به عقد جدید هست. و اقسامی دارد این طلاق با این. یکی طلاق زن یائسه، وقتی زن یائسه شد، زن یائسه اگر غیر سیده باشه در 50 سالگی یائسه میشه، اگر سیده باشه در 60 سالگی یائسه میشه. طلاق دادن زن یائسه، طلاقش این طلاق بائنه، در عده مرد حق رجوع نداره. این باید صبر کنه، عده وقتی تمام شد به عقد جدید به این زن رجوع کنه. بله. بله. یکی از بینندگان پرسیدند که مسح پا بایستی چه مقدار باشد؟ مسح پا باید از روی انگشتان پا تا بلندی پا، و بهتر اینه که کشیده بشه تا مفصل، این از بلندی هم رد بشه تا مفصل پا. از نظر پهنا هم یه انگشت کافیه، اگه البته سه انگشت بکشه رو پای خودش این دیگه بهتره، و اگر چنانچه تمام انگشتان خودش را بر روی پا بکشه این دیگه خیلی عالی تره. بله. یکی از بینندگان محترم از بانوان ظاهرن پرسیدند که آیا زیر ابرو برداشتن خانم ها و خط گرفتن ابروها جایز هست؟ اشکالی نداره، این فی حد نفسه جایزه، اما اگر از نظر عرف زینت حساب میشد که زینت هست برای زیبایی و زینت این کاره میکنن، این نباید این زینت را برای نامحرم ظاهر کنه، باید این زینت را بپوشونه. بله. و پرسیده شده حکم مطلقه به طلاق رجعی چیست؟ مطلقه به طلاق رجعی، این در حکم همسر انسانه،
یعنی در زمان عده نباید او را از خانه بیرونش کرد، و در همون خانه ای که زندگی می کرد و در همون خانه زندگی کنه. نفقه او هم بر شوهرش لازمه، یعنی مرد باید مثل زنی که طلاق داده نشده باید خوراکش تأمین کنه، پوشاکش تأمین کنه، مسکنشو تأمین کنه. بیرون کردن او جایز نیست مگر اینکه عمل فاحشه انجام داده باشد برای اجرای حد از خانه خارج بشه. در این صورت باید از خانه خارج بشه که حد در مورد او جاری بشه، و الا کسی حق بیرون کردن او را از خانه نداره. بله. دیگر سوالی که مطرح شده این هست که آیا خانم ها نمازهای خود را که در حال عادت ماهانه نخوانده اند بایستی قضای آنها را به جا بیاورند؟ نمازها نه، نمازهایی که نخوندن در حال ایام عادت این احتیاج به قضا نداره. البته روزه ها چرا؟ اگر در ایام عادت روزه نگرفت، روزه ها را باید بعداً قضای اونها را به جا بیارد، و اگر قضای اونها به تأخیر افتاد باید کفاره تأخیر قضا را هم بپردازه، که برای هر روزی 750 گرم نان یا آرد باید به شخص مسکین بده. اگر به تأخیر افتاد قضای روزه هایی که نگرفته در ایام عادت. بله. و بیننده محترمی پرسیدن که کار کردن یک خانم در محلی که آقایان مشغول به کارند و خیلی و شؤون دینی را رعایت نمی کنند چه صورتی دارد؟ این زن چنانچه حجاب را، حجاب الهی را، حجاب اسلامی را رعایت بکنه و کار کردن او در چنین محلی موجب فساد نباشه، این ایرادی ندارد. شؤون دینی را، شؤون اسلامی را رعایت بکنه، وظایف دینیش را بهش پایبند باشه، کار کردنش ایرادی ندارد. بله، بسیار ممنون و متشکرم از پاسخهای شما. اگر که در زمان باقی مانده توصیه ای نسبت به ایامی که پیش رو داریم در نظرتون هست که ببینندگان عزیز بفرمایید، بسیار ممنون و متشکر میشم. حضرت آیت الله شیرازی توصیه کردند که شعائر اهل البیت علیهم السلام بعد از شهادت پیغمبر اکرم این به پایان نمیرسه و باید ایام محسنیه را هم تجلیل ازش کرد، اگرچه این ایام محسنیه سابق نبوده، ولی الان به عنوان یک شعیره نزد شیعیان اهل البیت به حساب میاد و باید این روزها را گرامی داشت، حرمت این روزها را رعایت کرد و یاد کرد از مظلومیت حضرت زهرا علیه السلام و امیر المؤمنین و شهادت حضرت محسن علیه السلام، و مجالسی باید برپا بشه برای حضرت محسن علیه السلام. صلوات الله علیه. انشالله که خود حضرت عنایت بفرمایند آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، تا بتونیم در این ایام هم خدمت کنیم و بعد از اون هم بتونیم توفیق داشته باشیم آنچه که در زمینه تبری از دشمنان اهل البیت علیهم السلام به ما توصیه شده و وارد شده انجام وظیفه کنیم. بسیار ممنون و متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا بفضلک من خیر اعوانه و انصاره. یا علی مدد، خدایا رو نگهدارتون.